الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. تحيات
تشکر بسیار زیاد از قاری صاحب محمد رامی اکبرزاده که با تلاوت زیبا برنامه ما را آغاز کردند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز سلام، آرزو دارم که جور و خوب و صحتمند باشین، روزهای پرفیض و برکت ماه مبارک رمضان را هم به خوبی و خوشحالی سپری بکنین. بیننده برنامه در مهمانی ملکوت هستین و ما زیاءالله اصیل برنامه را تقدیمتان میکنم. آرزومند هستم که تا لحظات پایانی برنامه با ما باشین. در بخش آغازین بخش بهترین آذان را داریم که با هم یک جا میریم، میبخشا میبینیم، دوباره برمیگردیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الصلاة. الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا شما دوستان که بیننده هستین، اگر شما میتونین که آذان را قرائت بکنین، در این بخش میتونین اشتراک بکنین، آذان را ثبت تلفن هوشمندتان بکنین و به شما را واتساپ برنامه ما ارسال بکنین، ما هم در این بخش نشر میکنیم و در روزهای پایانی برنامه و روزهای آخر رمضان یک آذان به عنوان برترین آذان انتخاب میشه و برنده 20,000 افغانی میشه. امروز هم استاد کوشا در برنامه با ما هستند که برشان خوش آمدید میگم. سلام استاد. سلام و درود خدمت شما و بیننده های خوب تلویزیون یک. بخیر باشین. امروز هم کارتون داریم. بخیر. امروز هم یک کارتون دارم و ببینم که جالب می باشه برای بیننده و برای شما. حتما جالب می باشه استاد. موضوعش کم نقل میتونی یا موضوع ارتباط باشین؟ رمضان است. خب بسیار خوب. بخیر باشین. ما منتظر می باشین. سلامت باشین. دوستان عزیز، همه روزه استاد ذکریا بارکزای با ما می باشند در برنامه، روی موضوعات خوب مهم و ضروری امرایشان صحبت های می داشته باشیم. امروز هم در مورد شخصیت سازی در ماه مبارک رمضان صحبت می کنیم، ای که از ماه مبارک رمضان چطور استفاده بکنیم که به خود شخصیت خوب بسازیم. از استاد دعوت می کنیم که بیان به برنامه. بفرمایید استاد. سلام. سلام علیکم. استاد شما خوب؟ شما خوب هستین؟ ممنون شما لطف کردین. شیک شدین ماشاءالله استاد. خب امروز یکی خوب جمعه است. این مسئله است. لکن یک تنهایی جا چه در کار؟ بسیار کار خوب. ممنون شما استاد. شکر. مگم نگفتین ما هم دو باس پیشیدیم امروز استاد. خب ماشاءالله. ما صفات شما رو کردیم که فرصت پیدا شد که ما بازم شما تبریک باشه شما هم شخصی باشین. خواهش میکنم استاد. در مورد شخصیت صحبت میکنیم. شخصیت سازی در ماه مبارک رمضان، بفرمایید. سلامت باشین. جناب استاد کوشا شما خوب هستین؟ سلام به شما. رمضان بخیر میگذره. لطف شما. ممنون شما. خدا شکر. بسیار زیاد خوش آمدید. ممنون. تشکر.
اصل جون تیم موسیقی من خوب هستن. آها فهیم جان شما خوب هستن، سعد من دوستام خوب هستن. خوبه که یادآوری کردین هیچ اصلا متوجه نکته نبوده ما. شکر سعد من دوستین. بفرمایید. ما شما در مورد بسایر که سیستماتیک پیش روی دست گرفتیم، خب بالاخره امروز هم یکی از بسایر تحت عنوان شخص سازی که ما مبارک رمضان در حمل شخص سازی چه تاثیر خود را داره. جالب اینجایی است که ما انسان ها در حمل شخص سازی همین جنبه های شخصی در وجود ما سه بخش تشکیل می دهند. قسمت اول قسمت اصل لذت است. در اصل لذت اما انسان ها به دنبال لذت هست، هر چیزی که به لذت منجر شود اما قبول میکنه که باید امی کار انجام صورت بگیره، خوردن، نوشیدن، بعضی مسائل، موارد اجتماعی، اینا جمله موارد هستن که در جنبه های اصلی جزء کاراکتر های لذت در وجود ما هستن. این یک بخش از شخصیت است. بخش دوم قسمت معنا است. قسمت من تحت عنوان عقل یادش میکنیم. این عقل یک حالت را در خود داره که هر چیزی که از قسمت لذت به رضی پیشنهاد میشه کار ما را اجرا کو. این قسمت عقل دفعتاً تصمیم نمیگیره، میگه چند لحظه صبر کو که من در مورد موضوع فکر کنم که های کار شما درست است یا کار شما درست نیست. جنبه سوم از وجود ما یا جنبه سوم شخصیت ما در وجود ما تحت عنوان وجدان است. وجدان از خود قوانین بسیار زیبا داره، قوانین اجتماعی داره، اقتصادی داره، فرهنگی داره، سیاسی داره. مطالبی که از اصل لذت پیشنهاد شده بود برای قسمت عقل، عقل بله. اگر از صلاحیت کارش نبود که برنشان میانجیگری کنه، این به جنبه سوم اسپاره. از جنبه سوم میخوایم کار را که بر من چند لحظه پیش قسمت لذت پیشنهاد کرده بود آیا کارش اجرا کنم یا اجرا نکنم. این جهاز گاهی در وجود افراد این قسمت وجدان خیلی قوی است. وقتی که به مراتب خیلی قوی تر باشه، از مو دوران کودکی، پایه‌های دوران کودکی، ارزش ها را در خود داره، جهان بینی در خود داره، نسبت به مسئله آگاهی در خود داره. این جهاز که حرفش سرکوب میکنه، میگه نه کار شما درست نیست، من این کار انجام نمیدم. یعنی همه پروسه قبل از اجرای یک عمل باشه. بله قبل از اجرای یک عمل است. اگر در وجود ما خیلی ضعیف بود، خب بالاخره موضوع هم در خود قبول میکنه و اجرا هم میکنه. خوب این استراکچر به صورت عموم یا ساختمان جزء شخصیت انسان ها است که انسان ها از این شخصیت به صورت مکمل خالی نیستن و همه فعالیت های ما این شخصیت انجام میتن. حالا ماه مبارک رمضان چه یک ماه زیبایی و این ماه واقعا در قسمت شخصیت سازی در وجود ما چه کارهایی را انجام میتن. اینجا دو دیدگاه است، یک دیدگاه فیزیولوژی است. دیدگاه فیزیولوژی میگه که کم خوردن، کم نوشیدن خودش زمینه را برای این مساعد میکنه قسمت لذت در وجود ما فعالیتش کمتر شود، کمتر شود. اما قسمت عقیدم در قسمت موضوع داخل میشه، عقیدم صحبت میکنه، میگه ماه مبارک رمضان به خاطر امی تسکین نفس است که میایه بعض لذت ها را در وجود ما کم میسازه. خب پس آل ماه مبارک رمضان به صورت مستقیم میایه و اینجا در قسمت شخصیت سازی ما چی کار زیبایی را انجام میده. اینجا زمینه را مساعد میکنه برای بایدها و نبایدهای ماه مبارک رمضان. خب در بایدهای ماه مبارک رمضان ما میگیم روزه باید گرفت، در مقابل روزه حوصله مندی باید داشت، در مقابل روزه باید اصل رحیم برخوردار بود، در مقابل روزه عزت نفس رو در خود باید داشت، در مقابل روزه اعتماد به نفس رو باید در خود داشت، افسردگی رو در خود نداشت، با انسان ها روابط خوب داشت، در اجماع باید بود، هیچ مشکلی در خود نداشته باشیم. این باید های رمضان است که باید باشه. در مقابل نباید ها هست. خب نباید ها چقدر زیبا است. اینجا نباید ها میگه که شما در ماه مبارک رمضان دیگه دروغ نگوین، که دروغ کار خوب نیست، چون بدلی که اگر شما اینجا روزه گرفتین اونجا دروغ گفتین این روزه معنی رو در خود نداره. در نباید ها میگه شما ها در مقابل افراد پرخوشگری نکنین، چون اگر پرخوشگری کنین این روزه معنی نداره. همه میگه خب پس حوصله که نداری نگی روزه، خب بالاخره پرخوشگری چرا میکنی. در نباید های مبارک رمضان میگه به حریم خصوصی دیگران مداخله نکنین. در نباید ها میگه شما سعی کنین که نزاکت های اجتماعی رو در نظر بگیرین. در نباید ها میگه شما سعی کنین که حوصله مندی و توانیتون رو خیلی بالا برین. حالا زمانی که دو جنبه میایه این زمینه رو برای مساعد میکنه که ما یک رفتار منحصر به خود را پیدا کنیم. هرگاهی که ما این رفتار منحصر به خود را پیدا کردیم، این رفتار ما زمینه را برای تفکیک رفتار دیگران مساعد متفاوت میسازه. یعنی این همه بایدها و نبایدها را من نظر گرفته باید یک رفتار از خود درست بله. میکنیم. این رفتار ما زمینه را مساعد میکنه که رفتار ما با رفتارهای دیگه به صورت مکمل تفکیک شود. زمانی که تفکیک شد، این عنصر به صفت شخصیت سالم در وجود ما تبارز میکنه و شخص سازی هم در اینجا میلان یا جریان پیدا میکنه. بله استاد، موضوع خوبی را قبلا یادآوری کردیم. موسی پروسه را که لذت بود، بعدش عقل بود، بعدش هم وجدان. همین پروسه را چگونه بتونیم که قوت ببخشیم؟ یعنی چگونه ما میتونیم که اعمال را انجام بدهیم که باعث قوتی این سه پروسه شود؟ اصل عزیز اصلا حرف هم اینجا هست، اما در تلاش از این است که سه جنبه رو باید قوت داد تا در بعض جاها استفاده کرد. لذت هم یک بخشش خوبه، از در بعض جاها به لذت هم زندگی نمیشه، باید لذت بود و قسمت عقل خو خیلی ها مهمتر است. اینجا ای لذت هم در چوکاتش باشه، بله در چوکاتش باشه، از چوکاتش خارج بده شد بله. منظم باشه. اینجا ما برای از یک چند روش بسیار زیبا در نظر میگیریم. روش اول یک جزء ارزش ها. هر فردی که در یک جامعه زندگی میکنه باید در قدم اول نسبت به ارزش های جامعه آگاهی داشته باشه که در سرزمینی که من زندگی میکنم چه چیزها جزء ارزش ها است
ارزش‌ها، این ارزش‌ها باعث رشد معنویت من میشه و اگر این ارزش‌ها رو از خود دور ساختم، خب پس من کار کردن نمیتونم. یک قسمت موضوع. در قسمت دوم، ارگاهی که ذهن برتر ما در قسمت لذت به ما کم اجدار یا سیگنال داد، ما در اینجاها برای خود یک کم حوصله‌مندی هم در نظر داشته باشیم، بگذاریم یک فرصت بدیم. وقتی که فرصت دادیم، خود زمینه بر ما مساعد میشه. مثل که یک شخص بر ما میگه شما هر روز کار میکنین در بدل 7000 یا 10000 افغانی، یا اصلا پول نیست، بیا با ما کار کن. بالاخره ما در ماه 10000 دلار آمریکایی بر شما میتم. میگیم کار شما چی است؟ میگه یک بکس دیپلمات بر تو میتم از این مال در محل دیگر بر. خب قرار باشه دفعتا قبول کردی چون اصل لذت است. خب اینجاها این جنبه خیلی ضعیف شد. اگر بر ازی یک کمک گفتی که زمانگیر هست، بگذار بر من یک زمانه بتیم در مورد موضوع فکر کنم. اینجاها زمینه را مساعد میکنه که کشمکش ها در وجود انسان پیدا شوه. این کشمکش ها بر تو اجازه نمیده که چنین کار انجام بدی، به دلیلی که سابقه کار خیلی ها مهم بوده. یک موضوعی که خیلی جالب است و عبارت از این مسئله است، میگه اران چیزی که مرا نکش قوی تر میسازه. به طور مثال ما خودت از نوشیدن مثلا به طور مثال آب میوه خودداری میکنیم، فرض میکنیم بله. اگر یک بار نوشیدیم خوش ما میوه بر همیش می نوشیم. ما در برنامه زندگی هیچ کار بد را نباید انجام داد. اگر یک بار انجام داد، او کرکترها و نزاکتهایی که در درون ماست، این دیگه موقعیت همیت خود از دست میتن. اینجا در تلاش ازی میشه که بار باید این موضوع را انجام داد. چرا بعض افراد بسیار ساده افراد را به قتل میرسانند، اما بعض افراد از نام قتل که میشنون هیجاناتشان برانگیخته میشه؟ چرا بعض افراد خیلی ساده دزدی میکنن، اما فردی که در مقابل دزدی حرف را میشنون اصلا حالتش دیگرگون میشه؟ خوب این علتش در نحو مسئله عادت و این عادت موضوع است که در سه جنبه شخصیت وابسته است. بله بله، بدون شک مسائل مهمی است که امی پروسه، یعنی ما باید کوشش بکنیم که امی سه جنبه را قوت بله. البته جنبه لذت را کنترل بکنیم و بعدش جنبه عقل و بله. وجدان را. استاد مسئله غذا را یادآوری کردین، غذا که کم صرف میشه گفتین جنبه لذت کمتر فعال بله. میباشه و بیشتر برش توجه نمیشه. در بخش لذایذ و لذت های شهوانی همین موضوع گفته میشه. بدون شک خب دو مسئله خیلی مهم، انسان ترکیب از دو چیز، ترکیب از فرشته، ترکیب از حیوان. فرشته بر مبنای عقل، حیوان بر مبنای شهوت. پس انسان کیست؟ انسان ترکیب از اول دو است که یک قسمتش تحت عنوان عقلانیت است، یک قسمتش تحت عنوان شهوت است. این شهوت یک بخش مهم از برنامه های زندگی است. اما اکثر این چیزها را اگر نگاه کنی، آخر کار هم به این موضوع لذت منجر میشه و هر چیزی که در قبال ختم خود لذت را نداشته باشه، اصلا انسان ها کار نمیکنه. من وظیفه اجرا میکنم به خاطر در نظر داشته اون پول را در آخر بگیرم و با نظر داشته اون پول خواهشات خود را برطرف سازم. اما در جریان از این موضوع مسئولیت ما در مقابل ازی است که من در مقابل کار خودم باید اینجا یک شخصیت رو در خود کسب کنم تا این شخصیتم در جامعه الگو و نمونه قرار بگیره. خب پس به خاطر از این موضوع اگر قرار باشه که ما همیشه در سرکوب لذت های خود باشیم، میام کار درست نیست. هم اگر همیشه در تلاش از این باشیم که لذت های خود را کنترل کنیم، به مراتب خیلی بهتر تر است. ما را از مسائل یا دغدغه های بسیار زشت روزگار در همان نگاه میکنه. بله و استاد موضوعی که شما یادآوری کردین، یک کار باید اول باید دیده شوه که مناسب است نیست. بله. بعضی اوقات ما ناگزیر هستیم که یک کار را بسیار به عجله انجام بدیم. بله. او وقت چگونه میشه که این بخشا باید فعال باشه؟ جنبه‌های دیگه زمان حل مسئله در هر مورد هست. هرگاهی که ما نسبت به یک موضوع عجله در کار بندازیم، حتما یک قسمت از این کار دچار مشکل است. اما هرگاه برای این مسئله یک زمان دادیم، این زمان زمینه را مساعد میکنه که ما نسبت به موضوع تجسس بیشتر داشته باشیم و این باعث از این مسئله میشه که از شرش دوری کرد، به خیرش هم قدم گذاشت. یعنی باید وقت باشه که وقت باید گذاشت. بله سلامت باشین استاد، تشکر بسیار. ممنون شما هم لطف شما است. دوستان عزیز وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم. برنامه در مهمانی ملکوت ادامه داره. دوستان عزیز، در این لحظات برنامه هم مهمان داریم. مهمان امروزی ما آقای نجیب دانش، سخنگوی پیشین وزارت امور داخله و همچنان استاد دانشگاه با ما می باشند و صحبت های خوبی امرایشان می داشته باشیم. بفرمایید دانش سید. سلام، خوش آمدید. سلام، خوب آمدید. بخیر باشیم، بفرمایید. خوش آمدین دانش سید. چل برین. سلامت باشین. مایم مبارک رمضان بخیر سپری میشه. شکر خداست. بخیر باشین. اگر با بیندای عزیز صحبت های داریم. سلام به شما. علیکم سلام. بریندای تلویزیون یک، خوش هستم که برود خدمت شما هستیم. سلامت باشین، تشکر. دانش سید در آغاز اگر بگین که مصروف چی فعالیت های هستین بعد از فعالیت های رسمی در وزارت امور داخله؟ من در حال حاضر بیشتر مصروف کارهای اکادمیک هستم. بسیار. در یکی از دانشگاه ها بیشتر مصروف می باشم و گهگاهی به وزارت داخله میرم. چه باعث شد که
ناگهان دور شدین از وظیفه رسمی، وظیفه که در وزارت امور داخله داشتین؟ اصلا خب در نظام عسکری تغییری و تبدیلی و مقرری و برکناری اگه اصل است، البته ماموریت محترمیجه بود، بیشتر از 12 سال ما در بخش های مختلف در وزارت داخله کار کردم. آخرین موردش رئیس سخنگو و رئیس مطبوعات وزارت داخله کار میکردم. تغییرات تازه که در رهبری وزارت داخله آمد، تصمیم به می شد که یک مدت ما باید مصرف کارهای خانه باشم. فعلا شاید راحت تر باشین از بخش. طبعا وقتی که آدم یک بخشی از مسئولیت هایش کمتر میشه، طبعا احساس آرامش و راحتی میکنه، اما با او هم هر لحظه آماده کار هستم، کارهای دیگه هم هست که باید او را انجام بدم. بسیار خوب، گرچه دوستان بیشتر با شما آشنا هستن، ولی یک تکرار احسان می داشته باشیم، بر زندگیتون مرور می داشته باشیم، اگر از تحصیلاتتون بیشتر بر ما بگیم. ما البته مکتب تا صنف 12 هم در ولایت پروندر یکی از مکاتبش خواندیم. تحصیلات دیگیم یک بخشش فارغ زبان و ادبیات پانتون کابل هستم. ماستری خود در جرم شناسی از استاف کالج پلیس گرفتیم. نداست ماستری درس خونده. بسیار خوب، کار کردن با بخش های نظامی شما قبلا گفتین که کم دشوارتر است. فعلا که در بخش اکادمیک هستین، اینجا هم کارتون دشوار است، تفاوت چه اگر برای ما بگین؟ اینجا هم شما نسبتا دشوارتر است که با مردم شما مخاطب هستین، تدریس هم یکی از کارهای مشکل است، اگر تفاوت این دو کار رو برای ما در چارچوب نظام عسکری به تابع بعضی مقررات و اصول و وظایف خاص باشی، طبعا پابند به وظیفه هر زمان و در هر مقطعش می باشی. طبعا با ساحه اکادمی که یک انداز آزادی خود داره، شما مقید نیستین که بسیار آن تایم باشین، به موقع پاسخگو باشین و بیشترین مواردی است که طبعا مجزا می سازه از کار نظامی آدمه. من در روز بیشتر در رهبری یک نهاد می کنم و در پهلویش هم گاهی مصروف آموزش هستم. طبعا یک کم احساس آرامش و راحتی میکنم، امی که بیشتر از دست خبرنگارا و کشگیر از اینا هم یک کمی در امان هستم. اگر میره بیشتر بگه، چون طبعا شاید فعلا زیاد سرکار با رسانه نداشته باشین یا مزمو شر رسانه ها بیغم باشین، چقدر این تاثیر گذار است؟ و اگر خاطره جالب باشه که از این یادواری کنید، چون شما هم گفتین از خبرنگارا و رسانه دورتر. خب دوره ماموریتم و کار کردن با خبرنگارا و همکارانم در رسانه ها بسیار طولانی، یعنی بیشتر از 12 سال ما کار مشترک داشتیم با همکارای ما در رسانه ها. خاطره جالب شمیست که از تلویزیون یک روز سر مک گزارش ساخته بود که در روز رسمی مصروف کارهای شخصی می باشه و در دفتر نمی باشه. متاسفانه امروز من نمی فهم که چطور چند بار اینا تماس گرفته بودن و من تماسشان جواب نداده بودم، یا ای که کدام سوی تفاهم پیش آمده بود. یک خاطره است، اما همیشه من کوشش کرده بودم در جریان ماموریتم که با وقت باشم و با پرسش‌هایشان پاسخ بدم، حداقل قناعتشان رو فراهم بکنم. افطار و غذایی که فعلا صرف میکنین، لذت بخش، لذتش زیاد میفهمین یا او وقت زیاد میفهمین؟ خب اصلا خب یک بخش کار ما، اگر ما بتونیم کمکی بکنیم به هم نوا ما، کمکی بکنیم به هم کسایی که در صفشان قرار داریم، نیروهای امنیتی افغانستان، طبعا در هر شرایطش لذت بخش است. اما این واضح است که آدم وقتی که در سفره خانواده می باشه، با زن و فرزند و اعضای خانواده یک جای می باشه، یک لذت دیگه خود داره. طبعا دانش صاحب، کمی از فعالیت های آینده تان بگین که چی پلان های دیگه دارین در آینده که در بخش نظامی باز هم می باشین وظیفه اجرا می کنین یا هم در بخش های دیگه مصروف می باشین؟ خب من به حال یک جای دیگه، یک مصروفیت دیگه هم درس می خونم، یک جای حداقل کمتر از یک سمستر مانده که یک جای دیگه هم درس خود خلاص میکنم، یک مدرک لیسانس دیگه هم بگیرم چون درسم ناتمام مانده بود. در پهلویش خب ما تابع نظام هستیم، اصول عسکری هستیم، هر لحظه که بر ما ضرورت احساس شود طبعا ما آماده هستیم که کار بکنیم. در حال حاضر هم ارتباطم، تماسم با وزارت داخله است و از انتظار از ایره دارم اگر هدایتی داده شود و تصمیم به این شود که ما در یک بخشی از این کشور و در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا بکنم، طبعا که ما آمادگی خود دارم. بسیار خوب دانش، یکی از بخش‌های خوبی را ما در برنامه داریم که کمک به
نیروهای نظامی ما که مصروف وظیفه می باشند، خانواده‌ای که به بضاعت هستند از نیروهای نظامی ما و خانواده شهدای نیروهای نظامی ما البته بیشتر نیازمند می باشند، از اونا ما دعوت میکنیم به برنامه و یاد از اونا می داشته باشیم، یاد از سربازا که یاد از اونا نمیشه، واقعا اونا نیازمند هستند، کمک به اونا نشده و ما میخواییم از طریق برنامه یک پل باشه ما میان مردم و او خانواده نیازمند تا همکاری به اونا صورت بگیره. امروز هم خانم یکی از شهدای نیروهای امنیتی ما را می داشته باشیم در برنامه و صحبتهای خوبی با اونا می داشته باشیم. ولی دوستان عزیز قبل از او وقفه می گیریم، دوباره برمی گردیم. دوستان عزیز سوال روز را برتون میخوانم، دوستان ما که منتظر هستن تا جواب بتن میتونین به شماره واتساپ برنامه ما پیام بگذارین، نامتون، مکان و همچنان یک گزینه را انتخاب بکنین. سوال است: محلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکان در آنجا جنگیدند و نامش در قرآن آمده است. الف احد، ب تبوک و جیم هم بدر. سه گزینه است، یک گزینه را انتخاب بکنین. حال هم پیش استاد کوشا میرم و فکر میکنم که کار استاد تمام شده. بازم سلام استاد. کار تکمیل است. سلام. خیلی باشین. علیکم سلام. دیگه خوب. یک دوست ما دمید اواخر روزه از دست روزه به تکلیف شده. پیش دکتر صاحب رفته با این که کدام مشکل خاصی هم نداشته. یک حضور میکنه. میگه دکتر صاحب حضور میکنم که 10 روز تصدیق کنین که مروزه نکیم. تصدیق مکتب و پانتون ایجایا بود، حالا تصدیق که بخاطر روزم پیش خدا تصدیق میبرن که غیر حاضر نشن. من بگونه یک شوخی است، امیدوار هستم که هموطنهای ما میکنن بعضا ای هیچ وقت این کار نکنن بخاطر ازی که روزه بر علاوه ازی که ثواب داره برای خود وجود ما هم میفهمیم 100% که مؤثر است و تاثیرات مثبت داره، فواید صحی، فواید معنوی که ما روزا استاد پروفسور بیش صحبت نمیفهم که آدم برای شوخی میگه پس زده یا جدی است یا جدی است میخواد 10 روز تصدیق بگیره که روزا بگیره. و خیر باشه استاد، بدون شک موضوع مهم است و ان شاءالله که دوستای ما ای که بدون عذر مراجعه نکنن نزد دکترها که بعضی میگن دکتر میگن که مسئولیت بالای دکتر باشه، میگن که خودت برام اجازه بده که روزا رو بخورم یا مامو موضوع است. و اون مسئله است که میخواد تصدیق و سند هم بگیره. بخیر باشه استاد. تشکر از شما. سلامت باشین. دوستان عزیز امید که ما بدون به تصدیق مراجعه نکنیم به خاطر تصدیق پیش دکترها و بتونیم روزا رو به خوبی سپری بکنیم. روزای کم هم باقی مونده. در لحظات وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. خانم نادیه، خانم نجیب الله شهید در برنامه با ما هستند. نجیب اللهی که سرباز بودند و متاسفانه در خط نخست نبرد جام شهادت را نوشیدند. صحبت های امروز خانم نادیه می داشته باشیم. خوش آمدین خانم نادیه. سلام. کم بیشتر اگر در مورد نجیب الله برای ما بگین که چه وقت در بخش نظامی وظیفه اجرا کردند؟ 10 سال. 10 سال. در کدام بخش بودند؟ در سرباز بودند دیگه. مجه وظیفه اجرا میکردند. در جنگ خط و عرص میرفتند. آخرین بار که شما دیدین چه وقت بود و چه وقت شهید شدن؟ آخرین بار یک پیر آمدن دیگه با شهید شد دیگه، در روز به ترخیزش موند که می آمد کابل و دیگه آمدن نتونست در جایشان من زدن طالباش. چه وقت پیش شهید شدن؟ 3 سال شد دیگه. 3 سال پیش؟ 3 سال شد. خب شما گفتین 10 سال وظیفه اجرا کرده؟ ده سال 21 کوکو خورده چه زخمی شد دلش. باز رفت در وظیفه. در وظیفه رفت. در کدام ولایت بودن؟ اول در اورزگان بود وظیفه اجرا میکرد، بازجا تبدیل کردن شد در گردیز رفت، در گردیز همونجا شهید شد خلاص. خب فعلا امرایتون کمک شد بعد از اینکه اونا شهید شدن و ماش و تقاعد و یک پایشان و تقاعد نبودن، ماششان بعد از او که اونا شهید شدن براتون رسید؟ ماششان میتن دیگه، تو بوادن میتن، ماشش صحیح نیست، ماششان کم شده، باید دولت ماش پس ایچی کنم، مشکلات داریم دیگه، خانه کرایی است،
کس نانوار خانه من ندارم، میگم چه بریم کلاشویی چیز میکنم، زندگی خود پیش میبرم. فقط نجیب الله خودشان کار میکردن؟ آه خود جان کار میکرد، دیگه کس نبود. طفلک شما هست؟ آی بچه کلانم هست. هم یک بچه دارین؟ یک دیگه هم دارم. خب شما تنها زندگی میکردین یا خانه پدر نجیب الله؟ نه پدر مادرش مرده، نیست کس نداره. خب شما تنها زندگی میکردین؟ تنها زندگی میکردین. فعلا کی کار میکنه در خانواده؟ خودم کار میکنم، میرم در خانه کلاشی میکنم، بعض وقت نون چیز اونا موجا پیدا میکنم، میشنه میخریم، خلاص خانه که رئیس ده. طفلکایتان درس میخونن، مکتب میخونن؟ نه خورده است، 5 سال از دیگر توانم ندارم که ما باید مکتب شامل کنم، یه چیز کورسی چیزا مکتب رفتر میتونه دور است، با خانه ما بلندیست نمیتونه رفته. بله، دانش صاحب شما هم که در بخش نظامی بودین حتما احوال زیاد دارین از چنین خانواده ها، تا چه حد شما نیازمند میبینین چنین خانواده را و تا چه حد زیاد است تعداد چنین خانواده ها؟ متاسفانه چیزی که بسیار مهم است برای خانواده های نیروهای امنیتی افغانستان که اینا شهید میشن و با تاسف که رقمشان بالاست، نیاز است که اول اینا یک بیمه داشته باشن، شامل یک بیمه صحی داشته باشن، بیمه تحصیلی داشته باشه اولادای از اینا، و مهمتر از همه سرپناه برای خانواده شهدا. این اکثر شما خانواده شهدا را اگر ببینین، اینا کلانترین دردشان بی سرپناهی است، نداشتن خانه است. در پهلوی از اینا اولادایشان فرصت‌های آموزشی کمتر نصیبشان میشه، مثلا همو پول یا امکاناتی را ندارند که اینا برند و مکاتب خصوصی و اگر در سطح بالا است در دانشگاه‌های خصوصی درس بخوانند، که در این زمینه باید توجه بسیار جدی شود. در بخش بیمه های صحی، مثلا مراکز صحی نظامی، باید بر از اینا اولویت بده، اینا بتوانن آزادانه خانواده هایشان را ببرند برای تداویات و شفاخانه های خصوصی، شفاخانه در سطح وزارت صحت عامه، مراکز صحی مشخص باشه برای تداوی خانواده های شهدا. اینا بسیار موضوعات مهم است که باید در او توجه شود. اما هنوز متاسفانه در بخش بعضی موارد هنوز مشکلات وجود داره. مثلا آنچه که ما در وزارت داخله در چنان ماموریتم بود، یک تعداد کمی خانواده صاحب خانه شده بودند و یا ای که مثلا برشان اپارتمان داده شد، اما یک رقم بسیار زیاد هنوز هم متاسفانه به سرپناه بودند. مثلا توزیع نمرات رهایشی که به اساس مفیصلی حکومت افغانستان به در هر ولایت بر از اینا داده شد و که هنوز متاسفانه پروسه بسیار کند است، هنوز هم اینا را نمراتشان توزیع نشده. اینا مواردی است که میتونه کمک بکنه، کمک های اساسی است که برای خانواده های شهدا میشه که اجرا شود و این تاثیر فوق العاده داره. تا مدتی که شما در وظیفه رسمی در وزارت داخله بودین، بالای طرح بنیادی در این بخش کار شده بود که واقعا به چنین خانواده رسیدگی شود؟ بیشتر از همه سرپرستی خانواده مهم است، بعدش اطفال که از شهیدا باقی میمونه، اونا البته بخش آموزش اونا موضوع بسیار مهم است که اگر رسیدگی نشه در آینده یک مشکل کلان شده میتونه. خب در وزارت داخله بیشتر تمرکز روی ازی بود که اول ما چطور بتونیم مشکل به سرپناهی از اینا رو حل بکنیم. یکی دو شهرک ساخته شد و یک تعداد بلاک ها توزیع شد، من که در اون زمان شاهدش بودم، اما روی برنامه‌های کلانتر کار بود که چطور ما بتانیم بیشترین نظیره. من اونچه که من معلومات داشتم بیشتر از حدود 20,000 خانواده ثبت است، خانواده شهدا در وزارت داخله ثبت است، کار شاید یه ارقام تغییر کرده باشه. ما یک تعداد محدود از ایره تانستیم در اون زمان برشان سرپناه بدیم، اما نیاز بسیار اساسی همه گزین خانواده شهدا برای سرپناه دارند و در پهلویش برای بیمه تحصیلی و بیمه صحی دارند که اینا باید رویش کار شود. و یعنی چیزی است که موجود است ولی کار نشده بالایش؟ دقیقاً، مثلا امسال ما در رهبری میکنم یک نهاد، یک دانشگاه خصوصی را ما 15 نفره تانستیم برای خانواده شهدا بورسیه بدیم که اینا رایگان درس بخوانن، اما این کافی نیست، حداقل باید برای یک شکلی باشه که یک بخشش سبسایدی خود حکومت بگیره، دولت افغانستان بگیره و یک بخشش نهادهای خصوصی و همچنان یک بعض امتیازات از طریق پانتونهای دولتی داده شود. مثلا برای یک محصل که یک کسی که میره شامل امتحان کنکور میشه، یک استثنان اگر 200 نمره گیره باید برای ازی چانس داده شود که کامیاب شود برای خانواده شهید است، چون مشکلات خودی داره، نمیتونه مثل یک کسی که یک خانواده را داره درس بخونه، کورس بگیره و اون ظرفیت ها را بالا ببره، طبعا میتونه برای ازی یک چانس داده شود. مثلا امتیازات دیگه هم میشه که برای داده شود، برای تمام دانشگاه خصوصی هدایت داده شود که 50% شما فیس کمتر بگیری از خانواده شهدا که مراجعه میکنن. مثلا همین تو به مراکز صحی
در خصوصی و دولتی مثلا زمانی که اینا مراجعه میکنن اینا فیز گرفته نشه، در معاینهاتشان، در اجراءات دوا و بعضی امکانات دیگه صحی که داده میشه باید بر اونجا تخفیف قابل ملاحظه داده شود. اینا مواردی است که کمک میکنه خانواده شهدارا. در پهلوی از این چیزی که بسیار مهم است، ما چطور بتانیم همی کاهش بدیم تلفات نیروی امنیتی افغانستان، که در این از نظر من سه موضوع بسیار مهم است که باید به صورت جدی در نظر گرفته شود. اول، تمام پاسگاه ها، تأسیسات نظامی باید استحکاماتش بسیار قوی و منظم شود. که متاسفانه هنوز هم یک بخش تلفات ما ناشی از این است که استحکامات درست و به شکل اساسی وجود نداره. اگر هستم متاسفانه در این دوره هایی که من شاهدش بودم یک فساد گسترده در ساخت و ساز استحکامات وجود داشت که باعث تلفات ما میشد. دوم، رسیدگی به موقع به مجروحین نیروهای امنیتی افغانستان از وقتی که یک سرباز، یک منصوب پلیس در جبهات جنگ مجروح میشه، باید آنان به او کمک صورت بگیره. انتقال شود به مراکز صحی، در اوج کمک های اولیه اساسی صورت بگیره. کارمندای خدمات صحی بیشتر در جزستان ها و قطعات در اوج تنظیم شوند تا اینکه به موقع بر از اینا کمک بکنند. بحث دیگیش که باز برمیگرده برای در جریان ماموریت و آموزششان است. این یک اصطلاح، یک اصل است در نظامی که میگه هر چقدر شما در میدان تمرین یا جمع نظام عرق بریزین، در جریان ماموریتتان در جبهات جنگ یا در جنگ، میدان جنگ، خون کمتر ریخته میشه. در اینجا باید بیشتر تمرکز شود، در مراکز تعلیمی بیشتر آموزش داده شوند و اینا بیشتر تمرین بکنن تا اینکه در میدان جنگ اینا موفقیت داشته باشند. سلامت باشین دانش صاحب. خانم نادیه، خواست شما از حکومت، از مردم عام و از تاجرها چی است؟ اگر خواست دارید. تاجرها میخواهیم با ما کمک کنه، از یاردم شهیدی برای ما دولت میخواهیم بر ما سرپناه بده، سرپناهی بکشه، ما ماش ما رسایی کنه، یک کوپون موپون با مردم جور کنه که در بدری برای ها. انشاءالله که دوستان بیننده ما، کسانی که بیننده هستن، اگر کمک میتونین از طریق شماره واتساپ برنامه میتونین شما به تماس شوین. همکارای ما شما را به تماس می‌سازد با خانم نادیه و فامیلای نیازمنده که در برنامه با ما میباشند و بدون شک که این فامیلا نیازمند کمک های ما شما میباشند. اگر از شجاعت نجیب الله بگوین کم بر ما که وقت وظیفه را اجرا میکرد کدام کلمات خودش میگفت، یادآوری میکرد وقتی میرفت به وظیفه، بدون شک که جملات داشت که میگفت بر شما. ما تا خون جانم است، ما جنگم به خاطر وطنم، خاطر وطن چیزم چی میکنم، هر جایی که چی کنم میرم. در قصد اگر مریض ها میبود میگفت میرم به خاطر وظیفه، خاطر ملتم، وطنم، چیزم. بدون شک قابل ستایش از شجاعت نیروهای امنیتی ما. دانش صاحب، فکر میکنم مساعدت دارین شما هم با فامیل نجیب الله شهید. ما چند تا پیشنهاد به خواهر ما دارم که اگر برش به درد بخوره یا یکی بتانه او قالب خود بندازه، اول ما یک نهاد خصوصی دارم، اگر این توان کار داشته باشم من میتونم که فرصت های کاری را برش مساعد بسازم و در پهلویش اولادایش هم در او مکتبی را که مدار مکتب خصوصی میتونم درس هم بخونم. در پهلویش مایوس نباشه، انشالله که فرزندایش و خودش با همی همتی که داره انشالله به یک جایی میرسن و کوشش بکنه که با یک روحی بلند، با یک فکر بلند اولادایش تربیه بکنه و طبعا این شهامت در وجود خانم های افغان است و من این را در وجود از اینا میبینم. بازم اگر علاقه داشتن که کار بکنن، من یک فرصت کاری را برشان مساعد میسازم. خواهش میاد از هموطن ها که با اینمت و خانواده ها که واقعا اونمو قهرمان های گمنام که در صفوف جنگ میرن، میرزمن و به شهادت میرسن، اینا را از همه اولتر و دستگیری بکنن. در کوچه و پس کوچه ما به ده ها خانواده وجود داره که ما میشناسیمشان، باید از هم اولتر، از اقارب ما کرده، از خانواده ما که در اولویت بر از اینا بتیم و دست اینا رو بگیریم یا شخص سخت نیازمند به کمک هستن. ما بسیار یک کمک کمی را که ما برشان در نظر گرفتیم، خدا کنه که بتانه یک چیز محتاجشان را برطرف بکنه، این را خدمتشان میتم و اگر در آینده هم میخواستن من آماده هستم که برشان در اون بخش ها کمک بکنم. تشکر بسیار زیاد دانش صاحب، سلامت باشین که در برنامه آمدین. از خانم نادیه هم تشکری میکنیم و با امیدی که مشکلاتشان حل شود. طاعت عبادات، دعا و نیایش و روزه های همه ما شما قبول درگاه حق باشه. دوستان عزیز،
در دعاهایتان ما را هم فراموش نکنین. لحظات آخر برنامه است. از حامیان برنامه ما هم سپاسگزاری میکنیم، از شرکت مخابراتی MTN و پودر آب میوه آلتون سا که حامی برنامه ما شدند. تا اینکه فردا در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا به همتا میسپاریم. دوستان عزیز، لحظات خوب و خوشی را داشته باشید.